سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. سازمان عفو بین الملل دی ماه نسبت به وضعیت 4 زندانی کرد که به گفته این سازمان 64 روز است که در اعتراض به حکم اعدام خود در زندان دست به اعتصاب قضا زدند ابراز نگرانی کرده است. به گزارش این سازمان که مقرش در لندن است، جمشید و جهانگیر دهقانی دو برادر به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از 13 آبان ماه در اعتصاب قضای تر به سر میبرند و وضعیتشان بحرانی است. طبق این گزارش این 4 تن از 9 دی ماه تا کنون بارها از هوش رفتند و به کلینیک درمانی منتقل شدند. در این حال صدیق محمدی و هادی حسینی که به همراه این افراد دست به اعتصاب قضا زده بودند، پس از لغو حکم اعدامشان در 7 دی ماه به اعتصاب قضای خود پایان دادند. با این حال برادران دهقانی و آقایان احمدی و مولایی همچنان با حکم اعدام مواجهند. این 4 تن 23 آبان ماه 89 به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. 6 تشکل غیر دولتی و صنفی فرهنگی هنری و ادبی با نوشتن نامه مشترکی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از وی برای حضور در میان اهالی هنر با هدف فراهم شدن زمینه گفتگو و شناخت چالش‌ها و راه‌یافت‌های آینده هنر دعوت کردند. این نامه از سوی شماری از هنرمندان و فعالان فرهنگی به نمایندگی از خانه تئاتر، خانه هنرمندان، خانه سینما، خانه موسیقی، انجمن شاعران ایران و انجمن خوشنویسان ایران امضا شده است. داوود رشیدی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، شهرام ناظری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت نباید یک دانشجو و استاد مسلمان را به خاطر اختلاف سلیقه سیاسی یا بیان یک نکته علمی در کلاس ستاره دار و اخراج کرد. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از اعضای انجمنهای علمی ایران به فضایی که در 8 سال گذشته در کشور حاکم بود اشاره کرد و گفت کم توجهی به علم و دانش آنقدر فراگیر شده بود که استادهای آزادی علمی را حس می کردند و به جای آنها برخی استادان شعاری را می آوردند که فضای محیطهای علمی را بسته می خواستند. آقای هاشمی گفته است دانشمند نمی تواند در فضای بسته و امنیتی از توان فکری خود استفاده کند. به با اشاره به محدودیت هایی که بعضی برای حضور زنان در مجامع علمی می خواهند گفت صحبت کردن از سهمیه زن و مرد در دانشگاه اشتباه است، چون در هیچ مرام و مکتبی جنسیت جرمی برای ادامه تحصیل نیست. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه میگوید راه این نیروی نظامی نه از مسیر توافقنامه ها بلکه از مسیر جهاد و مقاومت میگذرد. به نظر میرسد این اظهار نظر واکنشی است به تفاهم نامه ژنو و اعمال دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. گروهی از فرماندهان سپاه منتقد تفاهم نامه ژنو هستند، اما به خاطر حمایت علی خامنه ای از این تفاهم نامه انتقادهای خود را به طور تلویحی و غیر مستقیم بیان میکنند. سلامی در این دیدار همچنین انتقادهای تندی متوجه فرهنگ و علوم غربی کرده و گفته این علوم به تنهایی فاقد ارزش است. به همچنین گفته هیچ چیزی جز الهام الهی در تفکر پاسداران نمیتواند توجیهگر رفتار ما باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جک استرا تلقی برخی طرفهای خارجی در مورد اثر بخشی تحریم ها را اشتباه خواند و گفت راه رسیدن به یک تفاهم هسته‌ای با غرب بسیار آسان است. جمهوری اسلامی پس از 10 سال گفتگو با غرب درباره برنامه هسته‌ایش روز 24 نوامبر با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافقی موقت رسید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جک استرا و اعضای پارلمان انگلستان با اشاره به وجود دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب تصریح کرد لازمه رسیدن به تفاهم ایجاد اعتماد متقابل است. به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف در این دیدار تلقی برخی طرف‌های خارجی در مورد اثر بخشی تحریم‌ها را اشتباه خواند و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است در مقابل فشار کوتاه نمی‌آید. وی راه رسیدن به تفاهم در موضوع هسته‌ای ایران را بسیار آسان دانست و افزود با توجه به اینکه رهبر ایران به طور جدی گفته است
سلاح هسته‌ای حرام است، دیدگاه ایشان از یک سو به لحاظ مذهبی اهمیت دارد و از سوی دیگر جنبه راهبردی دارد. بدین معنی که سلاح هسته‌ای در سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. از حدود 10 سال پیش که برنامه اتمی ایران به یکی از موضوعات مهم دنیا تبدیل و مذاکرات مقام‌های ارشد تهران با جامعه جهانی بر سر ابعاد و چگونگی این برنامه آغاز شد، جمهوری اسلامی همواره هر گونه تلاش برای ساخت تسلیحات اتمی را قاطعانه تکذیب کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه بارها اتهام تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز اتمی را رد کرده، در فروردین ماه 1389 استفاده از هر گونه سلاح کشتار جمعی را نقض جدی مسلم‌ترین قواعد بشردوستانه و مصداق بارز جنایت جنگی دانست و گفت کاربرد تمام انواع تسلیحات کشتار جمعی مانند هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی حرام است. این فتوای رهبر جمهوری اسلامی از آن هنگام تا کنون یکی از اصلی ترین دلایل مسئولان ایرانی برای عدم انحراف برنامه اتمی تهران به سوی ساخت سلاح‌های هسته است. جمهوری اسلامی میگوید برنامه اتمی خود را تنها با اهداف علمی و پزشکی و نیز تولید برق دنبال می‌کند، اما کشورهای غربی و به خصوص اسرائیل همواره از ساخت سلاح‌های هسته‌ای در پوشش این برنامه ابراز نگرانی کردند. ظریف در بخش دیگری از سخنان خود نقش هیئت‌های پارلمانی در گسترش مناسبات بین کشورها را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد سفر هیئت پارلمانی انگلیس به جمهوری اسلامی ایران به گسترش تعامل بین دو کشور در چارچوب منافع فیمابین منجر شود. جک اسرا و سایر اعضای گروه فراحزبی روابط پارلمانی انگلیس و ایران در پارلمان انگلستان نیز در این دیدار نقطه نظرات خود را پیرامون مناسبات دو جانبه، موضوع هسته‌ای، تحولات منطقه و روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بیان کردند. اسرا در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی روابط ایران و انگلیس بر تلاش برای بهبود مناسبات دو جانبه بین دو کشور تأکید کرد. سایر اعضای گروه فراحزبی روابط پارلمانی انگلیس و ایران در پارلمان انگلیس نیز تداوم گفتگو و رایزنی بین دو کشور در زمینه‌های مختلف را مورد تأکید قرار دادند. هیئت پارلمانی انگلیس متشکل از 4 نفر از اعضای پارلمان این کشور به ریاست جک اسراو رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران در پارلمان انگلیس و وزیر خارجه پیشین این کشور بامداد روز سه‌شنبه وارد تهران شدند و به مدت 3 روز در تهران اقامت خواهند داشت و در طول مدت اقامت خود با تعدادی از مسئولان سیاسی و اقتصادی و برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تصمیم دارد روند تحویل موشک و پهپاد به عراق را تسریع کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این موشک‌ها اوایل بهار سال جاری آماده تحویل به عراق می‌شوند. نیروهای عراقی اکنون با تروریست‌های گروه داعش در استان الانبار درگیر هستند و تلاش می‌کنند آنها را از این استان پاکسازی کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تصریح کرده است این کشور قصد ندارد به عراق نیرو بفرستد. وی گفته آمریکا فقط از طریق 100 نیروی نظامی که همچنان در سفارت این کشور در بغداد مستقر هستند به عراقی‌ها کمک اطلاعاتی می‌کند. تحویل موشک‌ها و پهپادهای آمریکایی به عراق بخشی از قراردادهای تسلیحاتی است که پیش از این میان بغداد و واشنگتن امضا شده است. در جریان نبرد میان نیروهای امنیتی و عشایری عراق با اسلامگرایان شورشی در 2 شهر فلوجه و رمادی دست کم 25 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد در پیکاری که در شهر رمادی آغاز شد، نیروهای امنیتی و متحدان عشایری آنها با راکت، خمپاره و باران گلوله به اسلامگرایان وابسته به القاعده حمله کردند. بر پایه این گزارش، ارتش عراق برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان حمله به شهر فلوجه را به تأخیر انداختند. بخش‌هایی از 2 شهر رمادی و فلوجه از هفته پیش که به اشغال نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام درآمده، همچنان در اختیار افراد این گروه تندرو قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری النهار، سفارت عربستان سعودی در بیروت با صدور بیانیه‌ای از مقامات وزارت خارجه لبنان خواست بنا به درخواست برادر ماجد الماجد در عربستان، جسد وی تحویل مقامات سعودی داده شود. چند پیش ماجد الماجد، تروریست با سابقه سعودی الاصل که در حادثه تروریستی انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت دست داشت، در بیمارستانی که در آن نگهداری می‌شد درگذشت. اما وزیر خارجه لبنان اعلام کرده است کشورش دعوتنامه سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو دو را دریافت کرده است. این در حالی است که هنوز جمهوری اسلامی به این کنفرانس دعوت نشده است. وزیر خارجه ایران اعلام کرده جمهوری اسلامی بدون پیش شرط در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. جان کری دو روز پیش گفته بود ایران میتواند در حاشیه این کنفرانس نقش ایفا کند. دولت لبنان دعوتنامه رسمی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو دریافت کرده است و در سطح وزیر امور خارجه در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. عدنان منصور وزیر خارجه لبنان در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که لبنان از کنفرانس ژنو دو مستثنا نیست و دعوتنامه سازمان ملل برای شرکت لبنان در این کنفرانس از بان کیمون دریافت کرده ایم. وی در ادامه افزود اولویت لبنان در این کشور تاکید بر حل سیاسی و امنیت در سوریه است و در این کنفرانس موضوع تروریسم که بیشتر کشورهای منطقه را فرا گرفته است را مطرح می‌کند. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که 30 کشور به کنفرانس ژنو دو درباره بحران سوریه دعوت شدند. لیست کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ژنو دو در جلسه گرفته شد که نمایندگانی از آمریکا و روسیه و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه حضور داشتند. در همین راستا جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به نقش داشتن در خشونت‌های سوریه متهم کرده است. خانم ساکی در واشنگتن تاکید کرد تاکنون نشانه‌ای که بیانگر جدیت ایران برای اثرگذاری مثبت در سوریه باشد دیده نشده است. وی گفت تاکنون تنها اقدام ایران شامل کمک به حکومت سوریه، کمک به انتقال پیکارجویان خارجی به این کشور و کمک به رژیم آن در اعمال خشونت علیه مردم سوریه بوده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در دیدار با معاون وزیر امور خارجه سوریه با تاکید بر آمادگی ایران برای کمک به پایان دادن بحران در این کشور، پذیرفتن هر پیش شرطی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو را رد کرد. از سوی دیگر ائتلاف مخالفان سوریه در پی استعفای 40 نفر از اعضای آن به دلیل اختلافات بر سر مشارکت و یا عدم مشارکت این ائتلاف در کنفرانس ژنو دو درباره سوریه در بیانیه اعلام کرد که هنوز این ائتلاف تصمیم قطعی برای حضور در ژنو دو نگرفته است. در ادامه این بیانیه آمده است که ائتلاف مخالفان سوریه قطعی بودن مشارکت و یا عدم مشارکت در ژنو دو را تا 17 ماه جاری میلادی به تأخیر انداخت. 40 نفر از اعضای ائتلاف مخالفان سوریه به دلیل اختلاف مواضع درباره کنفرانس ژنو از این ائتلاف خارج شدند. بنابر این گزارش اعضای ائتلاف مخالفان سوریه بر سر شرکت در این کنفرانس اختلاف نظر دارند و برخی از آنها بر عدم شرکت در ژنو دو تاکید دارند. و در خبر دیگر مرتبط با این رویداد، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که هر گونه توافقی در کنفرانس ژنو دو که در همه پرسی به تایید ملت سوریه نرسد هیچ ارزشی ندارد. الزعبی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که هیئت سوری به کنفرانس بین‌المللی ژنو می‌رود تا به نتایجی برسد که به ملت سوریه خدمت کند. وی افزود که رویکرد و مسیر گفتگوها در ژنو سیاسی است و باید میان سیاستمداران باشد. وزیر اطلاع رسانی سوریه تأکید کرد که دمشق با تروریست‌ها یا کسانی که علیه دولت دست به سلاح برده‌اند گفتگو نمی‌کند. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو قرار است در 22 ژانویه 2 بهمن در سوئیس برگزار شود. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در این اجلاس دعوت نکرده است. وی تصمیم گیری نهایی در این باره را بر عهده وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا گذاشته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است دوشنبه آینده در دیدار با همتای روس خود درباره مشارکت احتمالی ایران در این کنفرانس گفتگو کند. روسیه که به حکومت سوریه نزدیک است از حضور ایران در ژنو دو حمایت می‌کند. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که ایران می‌تواند در حاشیه این نشست به طور غیر رسمی نقش‌آفرینی کند.
عباس علی کدخدایی با حکم آیت الله احمد جنتی به عنوان مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی منصوب شد. احمد جنتی همچنین سیامک رهپیک را به عنوان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان منصوب کرد. این معاونت که تاکنون مسئولیت آن با عباس علی کدخدایی بود، بازوی اجرایی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان است. آقای جنتی با صدور حکمی اختیارات خود در زمینه‌های مختلف و از جمله امضای احکام را به آقای رهپیک تفویض کرده است. سیامک رهپیک در تیر ماه 89 با معرفی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و با انتخاب نمایندگان مجلس نهم به عضویت شورای نگهبان درآمد. آقای رهپیک پیشتر رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت اطلاعات بوده است. سید محمد علی موسوی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نطق علی مطهری او را به پسر نوح تشبیه کرد. علی مطهری در اظهارات جدیدی مجدداً مواضع خود را تکرار کرد و گفت حل مسائل مربوط به فتنه، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی مطالبه مشروع هواداران دولت 11 است. مطهری حصر خانگی این دو رهبر جنبش سبز بدون محاکمه را قانونی، اخلاقی و شرعی ندانسته و گفته است خواست مردم رسیدگی عادلانه به همه جوانب فتنه سال 88 است. آقای مطهری گفته است مردم می‌خواهند نقش احمدی نژاد، نهادهای حامی وی، وزارت کشور، برخی نظامی‌ها و وزارت اطلاعات در انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن روشن شود. وی همچنین گفته اینکه یک طرف دائم طرف دیگر را متهم کند و طرف مقابل حق هیچ گونه دفاعی از خود نداشته باشد، نوعی تجدید حیات برای فتنه است. مطهری در بخش دیگری از این گفتگو عملکرد صدا و سیما در حوادث سال 88 را افراطی خوانده و گفته است دایرة المعارف 9 جلدی حوادث 88 مجموعه بی‌اعتبار است و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی می توانند از آن شکایت کنند. به در این حال تاکید کرده کسی که معتقد به تقلب در انتخابات سال 88 است را نمی توان فتنه‌گر خواند. احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور میگوید هر فردی و در هر جا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد محارب است. چند پیش محمود کریمی مداح معروف در جریان جدال لفظی با یک زوج جوان در اتوبان بابایی اقدام به تیراندازی کرد که این موضوع با انتقادهای گسترده‌ای در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. مشخص نیست آیا منظور آقای محسنی گرکانی از اسلحه کشی به روی مردم به قصد ترساندن شامل اقدام محمود کریمی مداح بیت علی خامنه‌ای هم می شود یا تنها در موارد دیگر صادق است؟ رسانه‌های داخلی ایران از وقوع انفجاری شدید در جریان فیلمبرداری فیلم معراجی‌ها به کارگردانی مسعود دهنمکی در یک شهرک سینمایی اطراف تهران و کشته شدن دستکم 6 نفر در این انفجار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این انفجار روز چهارشنبه 18 دی در شهرک سینمایی دفاع مقدس رخ داد که بر اثر این انفجار علی اکبر رنجبر مدیر شهرک سینمایی جنگ و محمد جواد شریفی راد مسئول جلوه‌های ویژه فیلم معراجی ها کشته شدند. مسعود دهنمکی کارگردان مجموعه معراجی ها به ایرنا گفته است هیچ بازیگری در این حادثه کشته نشده است. به گفته آقای دهنمکی انفجار هنگام خارج کردن مواد منفجره از داخل یک خودروی پژو اتفاق افتاده و وضعیت چاشنی مواد منفجره باعث این حادثه شده است. فرمانده انتظامی لاهیجان گفته است 2 تالار و 8 سفره‌خانه سنتی به دلیل رعایت نکردن شونات اسلامی در لاهیجان پلمب شدند. به گزارش پلیس نیوز، محمود قاسمی فرمانده انتظامی لاهیجان افزوده است نظارت بر سنوف به ویژه تالارها در لاهیجان تشدید می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید هیچ مقدار بنزین خارج از استاندارد وارد کشور نمی شود و بنزین های وارداتی کیفیت بالایی دارند. پیشتر و در پی شدت گرفتن آلودگی شهر تهران، سازمان حفاظت از محیط زیست با بحرانی خواندن وضعیت سوخت از دولت خواسته بود که به خاطر حل معضل آلودگی هوا بنزین استاندارد از خارج وارد کند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه شایعات ورود بنزین چینی به ایران صحت دارد یا نه اظهار داشت: من همچنین چیزی را شنیدم. اینکه بنزین خارجی غیر استاندارد وارد شده باشد قطعا میگویم که چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. وی افزود: ما مقدار کمی بنزین وارد میکنیم، اما اینکه از کجا خریدند را خیلی دنبال نمیکنم. ممکن است از چین هم باشد، ولی اینکه بنزین چینی غیر استاندارد با کیفیت پایین باشد چنین چیزی نیست. وزیر نفت گفت: چند میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که باید وارد شود. اظهارات آقای زنگنه در حالی است که پیش در سازمان حفاظت از محیط زیست با بحرانی خواندن وضعیت سوخت از دولت خواسته بود که به خاطر حل موزل آلودگی هوا بنزین استاندارد از خارج وارد کند. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های آمریکا در مورد بنزین مجبور شد که کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن کاتالیست‌های شیمیایی و بعضن خطرناک مانند MTBI جبران کند، چرا که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی واردات کاتالیست‌های استاندارد نیز همراه با واردات بنزین به ایران تحریم شده بود. ایران به خاطر کمبود بنزین مجبور به واردات روزانه 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین از خارج است. بیژن نامدار زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست استانداران که در تهران برگزار شد گفت: در این نشست درباره وضعیت شبکه گاز کشور توضیحاتی به استانداران دادم و از آنها خواستم وضعیت موجود گاز کشور را به مردم منتقل کنند. وزیر نفت با بیان اینکه استانداران ادارات دولتی را در جهت کاهش مصرف تشویق کنند تصریح کرد: به رغم میل خود ناچاریم برخی مصارف عمده را غیر از مصارف خانگی کاهش دهیم و برای آن محدودیت اعمال کنیم. وزیر نفت گفت: ناچار شدیم که مصارف جایگاه‌های CNG و کارخانه‌ها را کاهش دهیم. نامدار زنگن اظهار داشت: امسال برای اینکه به این وضعیت سخت گرفتار نشویم باید 6 فاز پارس جنوبی را وارد مدار می‌کردیم که این کار انجام نشد. وی ادامه داد: ما 160 میلیون متر مکعب در روز کمبود گاز در شبکه داریم و این کمبود را با مقدار عظیمی فراورده‌های مایع که به نیروگاه‌ها می‌دهیم جبران می‌کنیم. وزیر نفت به مردم توصیه کرد که در مصارف خود صرفه‌جویی کنند تا همه جمعیت ایران بتوانند از گاز طبیعی استفاده کنند و صنایع ما نیز به تولید بپردازند. زنگنه همچنین در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش تولید نفت و گاز گفت: در بخش گاز تمام فشار را برای تکمیل فازهای پارس جنوبی گذاشته‌ایم. یک واحد فاز 15 با نصف ظرفیت کار می‌کند و مشکلاتی دارد که واحدهای بعدی باید فعال شود. زنگنه افسود: در بحث نفت نیز باید گفت که تولید نفت دراز مدت است و اکنون در این ماه ها منابع جدیدی نداشته ایم و امکاناتش هم نبوده است، اما ظرفیت تولید نفت خالی را داریم که اگر تقاضا و مشکلات حل شود می توانیم نفت بیشتری را صادر کنیم. ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان است، اما عدم توسعه پروژه های تولید گاز همچنین مصرف بالای گاز کشور در عمل با کمبود گاز در زمستان مواجه است. آبان ماه سال جاری بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که به خاطر کمبود گاز دولت مجبور شده در سال گذشته 18 میلیارد دلار سوخت مایع اعم از گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره در نیروگاه‌های برقی استفاده کند. نیروگاه‌های تولید برق ایران روزانه نیاز به دریافت 130 تا 150 میلیون متر مکعب گاز دارند. منابع امنیتی مصر از درگیری‌های شدید میان مخالفان و موافقان مرسی در شهر محله الکبرا خبر دادند. منابع خبری گزارش دادند که در این درگیری‌ها چندین نفر زخمی شدند. در همین حال قرار بود محمد مرسی، رئیس جمهور معزول مصر، امروز چهارشنبه برای بار دوم در دادگاهی در قاهره حاضر شود، اما رئیس دادگاه گفت این دادگاه تا اول ماه فوریه آینده به تعویق افتاده است. او دلیل این تعویق را شرایط جوی اعلام کرد که مانع از آوردن مرسی به دادگاه شد. و در خبر دیگر مرتبط با مصر، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت مردم مصر ژنرال السیسی را به ریاست جمهوری نزدیک می‌دانند. خبرگزاری رویترز گزارش داد سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی با صدور بیانیه‌ای تصریح کرده است نخستین محموله از مواد شیمیایی نظامی سوریه از دو مرکز شیمیایی این کشور به بندر لازقیه و پس از آن به یک کشتی دانمارکی منتقل شده است.
در بیانیه سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی آمده است. این کشتی دانمارکی را که ناوهای جنگی دانمارکی، نروژی و سوری همراهی می‌کنند، در نزدیکی سواحل سوریه باقی می‌ماند تا مواد شیمیایی خطرناک از سوریه به بندر لازقیه و پس از آن به کشتی منتقل شود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، به منظور بررسی گزارش‌های پزشکی درباره وضعیت جسمی وی روز گذشته به تعویق افتاد و امروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مشرف هفته گذشته در مسیر حرکت به سمت دادگاه برای شرکت در جلسه محاکمه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. در ادامه تنش‌های سیاسی در بنگلادش، پلیس این کشور اقدام به بازداشت 7 رهبر مخالف دولت کرد. این در حالی است که سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات بحث برانگیز روز یکشنبه همچنان ادامه دارد. در این انتخابات که از سوی احزاب اپوزیسیون تحریم شده بود، حزب ملی‌گرای بنگلادش به رهبری شیخ حسینه، نخست وزیر و همپیمانان وی 3/4 کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. دولت ترکیه در اقدام دیگر پس از بحران اخیر در این کشور، نزدیک به 400 افسر پلیس این کشور را از کار برکنار یا محل مأموریت آنها را تغییر داد. دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بود پلیس این کشور از مدت‌ها پیش در جریان روند پرونده فساد مالی در این کشور بوده، اما دولت را از این موضوع مطلع نکرده است. مهستان بختیاری، خبرنگار ایران فردا، از ترکیه با جزئیات بیشتر. در جریان اتفاقاتی که در اینجا در ترکیه مشهور به عملیات 17 دسامبر هستش، روز گذشته ما باز هم شاهد برکناری تعداد بیشتری از افسران پلیس از سوی دولت بودیم. تعداد حدوداً 400 نفر از افسران پلیس، عمدتاً مربوط به شهر آنکارا، دیروز از سوی پلیس از کار خودشون برکنار شدند که این تعداد افسر برکنار شده از زمان وقوع این حوادث در ترکیه تقریباً بی سابقه هستش. در همین اسنا ما شاهد بودیم که در واقع روزنامه‌های ترکیه خبر دادن که دستگاه قضایی این کشور تعداد 25 نفر افراد جدیدی رو در ارتباط با پرونده فساد مالی در ترکیه دستگیر کردن. به واقع از یک طرف ما شاهد تعداد دستگیری افراد بیشتری از سوی دستگاه قضایی هستیم، از طرفی هم شاهد تعداد برکناری بیشتر افراد پلیس از سوی دولت هستیم. قضیه از سوی دولت البته روشن هستش. به واقع دولت بسیار عصبانی هست از عملکرد دستگاه پلیس در این زمینه، چرا که اعتقاد داره دستگاه پلیس از ابتدا در جریان کم و کیف این پرونده قرار داشته، ولی دولت رو در این زمینه به هر دلیلی در جریان اطلاعات این پرونده قرار نداده. خود آقای رجب طیب اردوغان در نهایت میدونیم که اعتقاد داره این یک دسیسه بر علیه دولت اون هستش. در این زمینه هم تلاش خوب بسیاری کرد تا فضای سیاسی کشور رو به آرامش ببره و در این ارتباط تقریبا نیمی از کابینه خودش رو تغییر داد. اما از سوی دیگه ما شاهد هستیم که دستگاه قضایی هم از یک طرف دیگه در واقع بسیار مصر هست که این پرونده رو تا به انتها پیگیری بکنه. همینطور ما خبری داشتیم از شبکه TRT که به نقل قول از وکیل آقای رضا زراب، متهمی که در ارتباط با همین پرونده دستگیر شده و عنوان کرده که آقای زراب بیمار هستن و از یک در واقع تومور سرطانی در کنار کلیه خودشون از این نوع بیماری رنج میبرن و نیازمند اون هستن که تحت مراقبت پزشک و شیمی درمانی قرار بگیرن. وکیل آقای زراب گفته که پرونده پزشکی ایشون رو در خیر مسئولین زندان قرار دادیم تا این امکان رو فراهم بیارن که ایشون در واقع به نوعی در مرکز پزشکی حضور پیدا بکنه و تحت شیمی درمانی قرار بگیرن. به هر حال اتفاقاتی که در چند هفته اخیر در ترکیه افتاد، به واقع باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا این اتفاقات آنگونه که دستگاه قضایی ترکیه پیگیری این قضیه رو انجام میده و داره پیگیر این ماجرا هستش، یک پرونده فساد مالی هست، یا به اعتقاد برخی جدال پشت پرده جریان‌های قدرت و افراد پرنفوذی همچون آقای گلن و شبکه اون در تقابل با دولت و شخص آقای رجب طیب اردوغان هستش. مجلس شورای اسلامی در پی قانع نشدن نمایندگان از پاسخ علی جنتی به وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 11 کارت زرد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی برای پاسخ به سوال‌های حمید رسایی نماینده اصولگرا به مجلس رفته بود، اما پس از قانع نشدن رسایی این موضوع به رأی نمایندگان گذاشته شد که نتایج رأی‌گیری نشان از قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد داشت. موضوع سوال حمید رسایی از علی جنتی تساهل و تسامح در برابر توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری بود.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس وزیر صنعت و معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات تبعیض‌آمیز به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت راندخاری متهم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای توکلی گفته است محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا امتیاز ویژه ارزی داده که سود حدود 45 میلیارد تومان برای او به همراه داشته است. بر اساس این گزارش، تاجر یاد شده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت 80 میلیون یورو از طریق بانک خلق ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند، در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین 9-13% هزینه اضافی دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، یکی از شرکت‌های پیمانکاری مستقر در فاز 13 منطقه پارس جنوبی با گذشت 5 ماه از اخراج 150 کارگر بیش از 2 ماه حقوق این کارگران را پرداخت نکرده است. در این زمینه منوچهر جمالی، مدیرعامل شرکت پیمانکاری صنعت سپاهان صادق، تنها پرداخت نشدن 1 ماه و 10 روز از حقوق کارگران را تایید کرد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران، میگوید بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تک نرخی کردن ارز در کشور امکان پذیر نیست. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در ابتدای سال 90 حدود 1156 تومان بود، در حالی که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این رقم به حدود 3600 تومان رسید. اما با اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نرخ دلار در بازار ارز ایران رو به کاهش گذاشت و هم اکنون حدود 3000 تومان در نوسان است. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز در ایران امکان پذیر نیست، علت امر را غیر قابل تبدیل بودن نرخ ارز حاصل از صادرات نفت عنوان کرد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، کشورهای خریدار نفت ایران فقط مجاز هستند پول نفت خریداری شده از این کشور را با ارز همان کشور به یک حساب بانکی داخلی واریز کنند و ایران فقط مجاز به استفاده از این منابع مالی برای خرید کالا از همان کشور و انتقال آن به ایران است. ایران به طور دقیق جزئیات آمار پول‌های نفت غیر قابل انتقال خود در خارج را اعلام نکرده است، اما گزارش‌های داخلی و خارجی از منابع مختلف این رقم را 60 تا 70 میلیارد دلار عنوان کردند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، همچنین گفت که نرخ دلار به این دلیل 2650 تومان در نظر گرفته شد که دولت قصد داشت این نرخ نزدیک به قیمت بازار آزاد باشد. اشاره وی به نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده است که دولت برای تصویب به مجلس تحویل داده است. آقای نیلی در ادامه گفت که مروری بر مشاهدات بازار ارز در طول سال 91 تاکنون نشان می‌دهد که شرایط این بازار خاص است. به گفته این مسعود نیلی، افزایش پی در پی جهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد که به دنبال آن ارزش پول ملی طی یک دوره کوتاه به 1/3 رسید. مشاور اقتصادی روحانی عوامل داخلی و خارجی را در کاهش ارزش پول ملی دخیل دانسته است. نیلی همچنین رشد منفی اقتصادی را نیز عاملی بر افزایش تقاضا برای دلار جهت واردات کالا دانسته است که به افزایش بهای آن منجر شده است. وی گفت که از زمستان سال 90 بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی شد که منجر به افزایش تقاضای غیر رسمی و کاهش تقاضای ارز برای مصارف تجاری شده بود. این اقتصاددان افزود پس از آن طی ماه‌های اخیر انتظارات بازار کاهش یافته، به طوری که امسال پیشبینی تمام بخش‌های اقتصادی بر این است که رشد اقتصادی به منفی 1% تا 0% خواهد رسید. وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر تورم با تدبیر مسئولان به راحتی کاهش یافت گفت به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه بتوانند تورم را تا 15-20% کاهش دهند، اما بعد از آن کاهش نرخ تورم به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. به گفته وی تورم تقریبا ارتباط زیادی با تحریم‌ها ندارد، اما رکود بی ارتباط با تحریم‌ها نیست، چرا که منفی شدن رشد تولید ناخالص ملی به خاطر تحریم‌هاست. این اقتصاددان بی انضباطی های مالی و پولی را هم در عمیق شدن رکود بسیار مؤثر دانسته است.
اظهارات آقای نیلی در حالی است که روز گذشته علیرضا صالح رئیس امور بنگاه‌ها در بخش بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گفت میتوان در بودجه سال 93 کل کشور ارز را با قیمت 2650 تومان برای هر دلار تکنرخی کرد. آقای صالح در مصاحبه‌ای که دوشنبه 16 دی منتشر شد به خبرگزاری فارس گفته که ارز باید تکنرخی شود تا رانت‌های بی‌مورد را جمع کنیم و افزود که بانک مرکزی هم حرفش با این مغایرت ندارد و آن هم به همین سمت می‌آید. قیمت ارز در بازار ایران در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد تا چند برابر افزایش یافت به گونه‌ای که به بی‌ثباتی در بازار داخلی و تجارت خارجی ایران منجر شد. در آن هنگام حداقل 3 نرخ برای دلار تعیین شده بود. اما دولت حسن روحانی میگوید که تلاش میکند تا با تکنرخی کردن ارز از نوسان در بازار جلوگیری کند. آقای روحانی و مقام‌های اقتصادی دولت او نیز تاکید کردند که رویکرد بودجه سال 1393 کل کشور تکنرخی کردن قیمت ارز است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مهر ماه سال جاری گفت که رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت با مجلس قول داد در سیاست اقتصادی جدید تکنرخی شدن ارز و نوسانات قیمت کنترل شود. همچنین ساماندهی اقتصادی و تولید کشور صورت بگیرد. در پایان این بخش خبری سری میزنیم به پاریس و گزارش همکارمون محمد رضا شهید درباره برگزاری شبی در خانه رادیو به یاد روزنامه نگاران فرانسوی به گروگان گرفته شده در سوریه. در خانه رادیو، جایی که 7 ایستگاه دولتی رادیوی فرانسه در اونجا تهیه و پخش میشه، نزدیک به 2000 کارمند در اونجا کار میکنن، شبی رو به یاد روزنامه نگاران گروگان گرفته شده در سوریه برگزار کردند. مجری خانم فلورانس اوباناس، خود او 5 ماه در عراق گروگان گرفته شده بود، روزنامه‌نگار نشریات نوول ابسرواتور و روزنامه لیبراسیون. البته خانواده این گروگان‌ها در ابتدا معتقد بودند که باید سکوت کرد و تبلیغی برای آدم ربایان نکرد، اما بعدها این تشخیص داده شد که صحبت کردن هم لازمه، که دلایلش رو خدمتون خواهم گفت. قبل از برنامه آقای فیلیپ روشو که او در سال 1986 در لبنان گروگان گرفته شده بود، در مورد گروگانگیری های لبنان هم روزی باید گفت. اما فیلیپ روشو که خود او در گفتم در عراق گروگان گرفته شده بود، معتقد بود که شاید در همین لحظه گروگان ها صدا و چهره ما رو ببینن و امیدوار باشن. البته او معتقده که تمام این روبایندگان زندانیان خودشون رو مجزا نگه می‌دارن. خود او 3 هفته چشمان بسته‌ای داشته است. 4 روزنامه‌نگار روبوده شده در سوریه، دیدی فرانسوا، ادوارد الیاس، نیکولا آنان و پیر تورس هستند که همگی در شمال سوریه روبوده شدند. البته در این شب خبرنگارانی هم از ایتالیا و اسپانیا آمده بودند تا همراهی خودشون رو به اطلاع حاضرین و روزنامه‌نگاران ربوده شده و گروگان گرفته شده برسونن. از اسپانیا دومینیکو گروکویو اومده بود که گفتار طولانی و متاثر کننده‌ای داشت، و از جمله جاناتان آلبرمی هم اومده بود که او فرانسوی امریکایی است و میگوید که وقتی او رو گروگان گرفتند ربایندگان به او میگفتند چرا دولت‌های فرانسه و امریکا درباره تو سکوت کردند، پس تو روزنامه‌نگار نیستی و مأمور امنیتی هستی، و این سکوت دول غربی به ضرر او تمام شده بود. از طرف دیگر پیر جینی، او گفت که تصمیم داشت که فرار کنه و وقتی ربایندگان این رو فهمیدن او رو بسیار شکنجه کردند و دست آخرم نوک زبان او رو با قیچی بریدند. از سال 2011 تا به امروز بشار اسد یا نه، ژنو 2 یا نه، 27 روزنامه نگار در سوریه جان خود را باختند. 130 هزار نفر از مردم این کشور توسط قوای کشور خودشون جان باختند. در نتیجه همونطور که در این شب گفته شد، روزنامه نگار خواسته جز انجام حرفش یعنی خبررسانی نداره، و افسوس که در چند کشور حتی اگر در حال جنگ نیستن کار و راه روزنامه نگار بسیار سخت شده. پاریس، تلویزیون ایران فردا.
با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.